جوانهای زیادی هستند که فکر میکنند میشود یک شبه ره 100 ساله را طی کرد. اسماعیل شخصیت اول مجموعه سهمی برای دوست یکی از همان هاست. اشکان خطیبی در نقش اسماعیل نقش جوانی را بازی میکند که همه زندگی را به بطالت گذرانده و تحت تأثیر دوست نابابی با بازی بیژن بنفشه‌خواه به کل از مسیر درست منحرف میشود. علی سرابی، رضا فیض نوروزی و سپیده خداوردی از دیگر بازیگران این مجموعه‌اند که توسط مسعود عتیابی کارگردانی شده است. مسعود عتیابی فیلم‌هایی چون خروس جنگی، صبح روز هفتم و مصائب دوشیزه را کارگردانی کرده است. سلام، چه خبر؟ یعنی بخش آقا یکم میشه ما صحبت داریم با هم. بخش میخوایم که این بقیه های سهام رو بفروختیم، یعنی بفروشیم و نمیدونیم که چجوری باید که چیکار باید ما. تشریف باید اتاق کناری. اتاق چه خبره مگه؟ اتاق مدیره. چه قشنگ. باشه پس ما دیگه خیلی من همش یادم میره که من نمیدونم این دختره چرا فکر میکنن تا آخر عمرشون شانس ازدواج دارن. یه چیزی هست به نام شناسنامه، اونو بردارید تاریخ تولدتون رو ببینید. خب نمیدونم. میخندی؟ باریکل. ببین من بعد یه نصیحتی میکنم، اینو آویزه گوشت کن. باشه، همه که دارن نصیحت میکنن، تو هم روش. ببین بعد پافشاری کنی. خب یعنی که اینها نیا. هی پافشاری پاپ. دو تا جوان هستن که جوی نام هستن، میخوان ثروتمند بشن، مشکلات دارن، برای تلاش خودشون رو میکنن. در پاره از موارد معلوم میشه در سریال که جوان بسیار فهمیده و باهوش و با درایتی هستن، متوازی زمینه بر درشون پیش بیاد تا بتونن موفق بشن. آدم ها قدرت دارن که تمام حسرت های گذشتشون رو تبدیل بکنن به هدف های امروزشون. جهان پر از حفره است، تو فقط باید دستو بکنی تو یکی از این حفره ها و طلا رو بکشی. ببین آدمایی که 10% تو هوش ندارن دارن مدام از توی حفره طلا میکشن بیرون. تو میفهمی من چی میگم؟ آره، وقتی زمین پیش میاد موفق میشن. تنها کسی که اینا رو زیر نظر داره جعفر هست. نه تنها اینا، بلکه تمام کسانی که برای به اینجا و با اینجا رفت آمد دارن زیر نظر جعفر هست. جعفر شناخت خیلی خوبی داره، حتی بیشتر از رئیس اینجا، مسئول اینجا، کنجکاو است و میفهمه که کی درست هست کی غلط هست. آقایون بیرونه میگه رفیق شماه. تو این سریال من نقش جعفر بازی میکنم. جعفر همه کاره هیچ کاره هست، با قول خودش میگه مأمور و معذور. تنها کاری که نمیکنه کار خودشه. کار خیلی خوبه، کارگردان بسیار مسلط است، بسیار فیلم بردار، صدا بردار، اصلا اصولا عوامل بسیار خوبی است، بازیگر خیلی خوب هستن، خیلی خوب درست داره میره جلو دیگه. مگه اتفاقاتی بیفته، پیش آمدی بشه برفی، بارونی، تگرگی، در حالت عادی خیلی خوب حرکت میکنه. خونمون 120 متره، دو تا اتاق داره، آشپزخونش اوپن بود که به خاطر مادرم خدا بیامرز دیوار کشیدیم. میشه اون دیوار رو برداشت دوباره اوپنش کرد؟ بله خب میشه اوپنش کرد. خب به سلامتی. من توی سهام کارگزاری که کار میکنم شریک هستم. آه پس اومدی اینجا من سهامو براتون. نه نه نه، منظورم اینه که میتونم خرجی خونه با در بدم. ببخشید. لیلا یک خانومیه که توی کارگزاری کار میکنه و بعد شخصیت اصلی ما اسماعیل وارد کارگزاری میشه بنا به شرایطی و حالا توی مراحل داستان تأثیری که لیلا روی اسماعیل میذاره باعث میشه که اصلا نگاه اسماعیل به زندگی عوض بشه. چی شده؟ آقای تو رو بیم برمانی هم کسیشون گنگ زدن در حد باشگاهی مطایی. چی؟ من که توقع نداشتم از آقای تو رو بیم در حد پذیرش شاهکار کنه.
اولیه رو یاد کنه. من سعی میکنم که اصولا در زمانی که سر کار هستم متعلق به کارم باشم و تمام وجود کارم رو انجام میدم و بهش فکر میکنم. سعی میکنم که همیشه اون شادابی و اکتیوی رو داشته باشم، حالا بنا به شرایط سکانس. برای این سکانس بسید. نه، ما باید پنج دقیقه بدید دیالوگی ما بشه حفظ کنید. پنج دقیقه بدید. در دقیقه یه نیست. مشکل ندید. من موندم. شما باید بگه حالا چه کجا؟ نمیدید. تقریم کنید. نمیدونه دیالوگی.